چون البرز استوار. تولیداتشان هم سخت و محکم. شاید همین است که نامش را البرز ایرانیان گذاشتند. یکی از بزرگترین تولید کنندگان مقاطع فولادی گرم در کشور و البته منطقه. تولید انواع میلگردهای صنعتی و ساختمانی، تیراهنها، نافدانیها و نبشیهای بال و مساوی در دو خط مجزا با ظرفیت 1.5 میلیون. چیزی حدود 7-8% فولادهای مقاطع طویل نوردی کشور رو تولید میکنیم و عرض کنم خدمتتون که به صورت عمومی هم بازار شمال ایران و همینطور بازارها، بخشی از بازارهای مرکزی و جنوبی کشور در اختیار ما هست. یکی از موفقیت‌های مهم مجموعه تولید مقاطع فشرده با نام اچ می باشد، محصولاتی که جوشکاری در اتصالات و تیرورق‌ها را حذف کرده است. سختی بالایی برخورداره و کاربرد زیادی توی مصارف صنعتی و حتی ساختمانی داره. از لحاظ استحکام کششی و استحکام تسلیم ما گرید قابل قبولی رو داریم. تولید محصولاتی که تا دیروز نیازمند واردات آن بودیم. یکی از موفقیت‌های بزرگ کارخانه بزرگ فولاد البرز ایرانیان در تولید همین تیراهن‌های بالپن IPB 16 و 18 بود. تنظیماتش بسیار مهم است. اگر شما توی این تنظیمات مقدار آبدهی رو زیاد بکنید یا مقداری آبدهی رو کم بکنید، تو مقاومت تاثیر داره، تو شکست تاثیر داره. یکی از مشکلات کارخانه‌های فولاد آب بر بودن آنهاست. این مجموعه با همکاری دانشگاه‌های معتبر و شرکت‌های دانش‌بنیان توانسته 35% مصرف آب را کاهش دهد. پروسه‌ای رو طراحی کردیم توی واحد آرندی که هم سیکل گردشی داشته باشیم و هم بدون اینکه سختی آب افزایش پیدا بکنه بتونیم آب رو تو سیستم حفظ بکنیم و کمترین دورریز ما داشته باشیم. نگاه جهادی مدیران به آن سوی مرزها هم دوخته شده. کشور ترکیه در حوزه محصولات فولادی اصولا مقصد صادراتی سختی است، به جهت اینکه خودشون تولید کننده قابل توجهی در فولاد هستند. ما موفق بودیم که به کشورهای CIS همینطور به ترکیه صادرات داشته باشیم و انشالله برنامه‌ریزی داریم که کشورهای جنوب خلیج فارس رو هم مد نظر داشته باشیم. ایران جز 10 تولید کننده برتر فولاد دنیاست. با نوآوری و به دنبال آن ارتقای ارزش افزوده میتوان سهم بیشتری از این بازار پرسود جهانی داشت. هدف گذاری این مجموعه صنعتی در سالی که جهش تولید نامگذاری شده یک افزایش تولید 20% است، با تکیه بر دانش بومی و البته توان متخصصان داخلی.